محققین حوزه ادیان شرقی اجماع دارن که بودیسم خودش برگرفته و از شاخهای هندویسمه بودیسم 2500 سال شکل گرفته بنیانگذار بودیسم سیدارتا گوتاما بودا یا بودتا با دال گفتن بودا به معنی بودا در عوستایی یعنی بیدار شده کسی که آگاه شده به او دا اینجوری تلفظ میکنه در زیر درخت انجیر به پیامبری رسید در جنگ با دیو دیوان مارا دیو یعنی جن مادر فارسیش یکی که جن زده است میگیم دیوانه مجنون جن زده این دیوام انواع مختلف داشتن اسمشون دیو بزرگ و کوچیک و حالا دیو دیوان اسمش چی بود مارا که بودا در جنگ با این به پیامبری میرسه دقت یعنی بودیسم در مخالفت با دیو هاست در میان هندوها این سر بر آورد اما گوشت میخورد اونا نمیخورن دیگه اما نه هر گوشتی اجازه نداد کسی گوشت اسب فیل سگ مار ببر پلنگ و خرس رو بخوره حرام اعلام کرد جالبه ما یه داستانی داریم شیخ صدوق در کمال الدین خودش آورده مرحوم مجلسی هم تو بهار آورده یه قصه به اسم بلوهر و بودا صف این داستان یه پادشاهیه که خدا بهش پسری داد پیشگوها گفتن این آدم بزرگی میشه آدم الهی میشه آدم معنوی میشه پدرش ضد دین بود دستور داد اینو ببرن یه شهری درست کرد یه شهر ممنوعه گفت دور رو برای نه کسی راجع مرگ حرف میزنه این هیچ از مرگ نباید ببینه هیچ اتفاق نمید. نه چیز راجع خدا و نمیدونم این چیزا ها ها هیچی دوست ندارم بچه هم اینجا بشه چون تو پیشگویی هم بود بعد میگه او رو انداختش تو این شهر زندگی تا یه روزی رفت کنار دیواره شهر رو با یک حکیمی آشنا شده از دیوارش رفت اون طرف رنج بدبختی مردم رو دید و فقر رو دید و مرگ رو دید و اینا رو این وعده الهی جوشش کرد با یه حکیم آشنا شد به اسم بلبهر این و این رو چیز کرد رشدش داد جالب این لفظ خیلی مهمه در عین الحیات هم آورده کاملا بریم با بودهی ستو که لقب هندوی همین بودا قبل از بودا شدن بود اسمش بود یه اسمه یعنی این قصه قصه بوداه که شیخ صدوق ما آورده و این رو از به طریق همین علمای شیعه میرسونه به ممسجد داستان رو نقل میکنه اقبال لاهوری جلسه صفحه 233 در جوی نبوت بودا رو تصدیق میکنه کاشف الغتار. به عنوان النبی الهندی پیامبری که هندو از یاد کرد قصه هایی داره این بودا که بر ما آشناست کتاب بودهیا چمتکار تعریف ایل به نگرایم 1927 کتاب بوده گیان 1931 بودهیا پرکاش نوشته وید شاستری چاپ بنبعی 1911 همه قدیمیه 623 قبل از میلاد متوجه متولد میشه رؤیایی داره که برای منتری نقل میکنه ما بخشی از این رؤیا رو برای شما میخونم آقا دیدید همین کتابم که 1911 چی ربطی با خوندا نداره <applause> مال جمهوری اسلامی هم نیم مال خوده روح بسیار بزرگی مرا مبارک باد گفت و چون این بشارت هم داد عبادت و بندگی تو پذیرفته و سمر بخش شد برو و به ذکر و یاد نام من باش تا هر چه خواهی برایت میسر شود نام من الیاست و ملاقات با من نزد دیوار شکافته شده در جای بسیار پاک و مقدس به صورت یک بچه خواهد بود اما هنوز به آن زمان بسیار مانده است یک خیلی وقت فاصله است هنوز حالا استغاثه بودا این دعا که معروفه به دعای امیر با دهگیان تا اکثر کتاب این دو اینجور اومده هنگامی که دشمنی و مخالفت گمراهان و گرفتاری های دیگر میگه او را ناراحت و پریشان کرده بود چنین دعا کرد ای مطلوب طالبان و عزیز عزیزان ای ایلیا ای پیروز شونده بر همه بیا و جلوه خود را نشان داده و مرا یاری فرما ای شیر خدا روبهان دنیا میخواهند مرا بدرند تو را سوگند میدهم به آن کسی که دست و بازویش هستی ید الله به آن کسی که نیرو و قدرتش تو هستی و تو تجلی قدرت خدا قدرت اللهی مشکل مرا بکشای تو نامی داری که نام خداست علی بیا که نظر به چهره تو افکندن برابر هزار کرنش و عبادت است <تصحصان> حدیثه نه چه نگاه به چهره علی افضل همه عباداته حدیثه زیرا تو چهره خدای متعال هستی بگید وچه الله تو همه چیز را میبینی و از حال همه آگاهی تو رنج و مشقت مرا میدانی و میتوانی آن را برطرف کنی ام ایلیا ام ایلیا حالا بودا در بستر مرگ وقتی بود یه به آنندا بزرگترین شاگرد بوداه یه وسایایی کرده به این چی میگه؟ میگه آنندای عزیز اندوهگین مباش اشک عشق مریض من کرارن به تو گفتم که به واسطه مرگ دوست داشتنی های دنیاوی را ترک گفتن و از همه چیز دنیا جدا شدن جز سرشت انسان است هر انسان باید بمیرد و از همه چیز دنیا جدا شود اگر من اکنون از این جهان می روم یک امر شگفتانگیز و یک حرف تازه ای نیست همه میرم آنندا سخنان مرا خوب در خاطر بسمار تنها من برای هدایت بشر به دنیا ام. و خاتم این زنجیروار این سلسله هم نیستم زمانی خواهد آمد که شخص دیگری به پیامبری میرسد او نور خداست و از حکمت کامل برخوردار و نیکبخت و خوشتاله است اسرار هستی را میداند راهنما و مسلح بی همتای بشر و آموزگار انسانها انس انسان ها و جنیان دیو ها خواهد بود میگه انداد اندا توضیحات بیشتری خواست گفت اون کیه گفت وی کسی است که پیامبری با او ختم می شود او را بر سر تاجی پنج پهلو باشد مانند خورشید و ماه بدرخشد و نام الماس بزرگ آن تاج الیاست اشاره به پنج یا اون الماس بزرگ اون تاج علی بیاد داشته باش که انسان که آن انسان های پاک در ابتدا آفریده شد ولی هنوز به ظاهر شدنشان بسیار مانده هنوز خیلی موندین اینا ظهور کنن به دنیا بیان ستمگران دردانه های او را بسیار زیان و آزار رسانند و پیامبر رو داره دیگه و برای ریشکن کردن آنها چیزی فروگذار نکنند و دست به هر عمل ضد انسانی بزنند اما خدا نام او و مقصد او و نسل او را تا آخر باقی خواهد گذاشت این وعده الهیه آنندا مانند من و تو مردم بسیاری در انتظار او خواهند بود خسته خواهند شد خوشا به حال آنان که با او و همراهان او همراهی کنند اکنون بیش از این نمیتوانم به تو بگویم